وچه هفتم وچه هشتم وچه هشتم عدم مشروعیت یا سلب عدالت خیانت در امانت ملی از پیامبر صلوات الله علیه نقل است که فرمودن منافق را از این علامات بشناسید وقتی سخن میگوید دروغ میگوید وقتی وعده میدهد تخلف میکند وقتی امانت نزدش میگذاری خیانت میکند دروغگویی نقض عهد تخ و خیانت در امانت سه صفت منافق به زبان رسول الله صلوات الله علیه الان بسنجید اگر فردی آمد چیزی را به دستش سپردی و او خیانت کرد حالا اگر نه یک نفر نه دو نفر جامعه ای آهاد یک جامعه آراء خود را به حکومتی سپردند و او به جای اینکه امانتداری کند حفظ امانت کند در امانت ملی خیانت کرد و به جای اینکه رأی مردم را بخواند نتیجه دیگری به جای رأی مردم اعلام کرد در این صورت آیا جز این است که آن حکومت را نامشروع بخوانیم و عملا آن افراد را غیر عادل قلم داد کنیم مسئله مسئله کوچکی نیست رأی مردم ناموس مردم است رأی مردم همچون مال مردم همچون خون مردم محترم است برای یک شهروند مهم است که بداند آیا این که او زحمت کشیده است و در باره اداره جامش اظهار نظر کرده است آیا شنیده شده است یا نه اگر حکومتی در نزد مردم در نزد اکثریت مردم متهم به خیانت در امانت ملی شد یعنی آن حکومت نامشروع شده است میدانید اثر این حکومت چیست؟ وقتی که متهم به خیانت در امانت شد در این صورت از این به بعد اصالت السحه اصالت البراعه در موردش جاری نمی شود هر عملی که انجام داد حمل بر کسب و دروغ و خیانت می شود مگر خلافش اثبات شود مسئله مسئله کوچکی نیست این حکومت است که بعد از از دست دادن اعتماد عمومی می باید وساقت و اعتماد خود را اعتماد مردم را جلب کند اثبات کند که امانت دار است نه خائن در امانت این مردم نیستند که می باید اقامه دلیل کنند که در انتخاباتشان تقلب شده است این حکومتی است که حکومت است که اعتماد مردم را از دست داده و او می باید اثبات کند که امانت دار رأی مردم بوده است به لحاظ شرعی این سخن مهمی است مسئولان ام چون سواد کافی ندارند فراوان از مردم میطلبند اثبات کنی که در امانتتان تقلب شده است در انتخابات تقلب شده است اعلم فقهای زمان تصریح می کند در متن کتبی که زمانی که مردم در اعتماد، اعتمادشان را از حکومتشان سلب شد در امانتداری حاکمانشان تردید کردند این وظیفه حکام است که امانت داریشان را اثبات کنند آنها باید اقامه دلیل کنند نه برعکس وجه نهم عدم مشروعیت و سلب عدالت استبداد به رأی امام علی فرمود من استبد به رأی حلک هر کسی که استبداد به رأی به ورزت حلاک می شود پیامبر اسلام که عقل کل بود و گل سرسبد آفرینش پیامبر خداوند به او دستور داد و شاور هم فل امر برو با مردمت مشورت کن این مشورت بیشک در احکام الهی نبوده است در امور اجتماعی و سیاسی بوده است پیامبر در اینکه نماز چند رکت است قرار نبود با مردم مشورت کند اما در اینکه جامعه را چگونه اداره کند شرعا و به لحاظ قرآنی موظف به مشورت شد خب حالا اگر رهبری کشور را شخصا اداره کند به جای اینکه با اوقلای قوم مشورت کند افراد ضعیف و از خود ناتوانتری را به امور بگمارد و تنها با آنها سخن بگوید نظر آنها را بخواهد که نظر آنها هم همچون آینه صرفا منعکس کننده نظر خود اوست و نظر مشاوران ناسح را بر زمین بنهد اگر در جامعه همه علما فقها مراجع تقلید روشن فکران هنرمندان سخنی بگویند و رهبر جامعه درست بر خلاف اکثریت اقلای جامعه سخن دیگری بگوید و بر آن اصرار کند مشخص است که استبداد محقق شده است مشخص است که دیکتاتوری فراهم شده است دیکتاتوری که شاخ و دم ندارد دیکتاتوری یعنی اینکه یک نفر به جای یک ملت تصمیم بگیرد و خود را عقل کل بداند خود را برگزیده خدا بداند اما به نظر کارشناسان گوش فرا ندهد دهمین ده و که یک حکومت را نامشروع می کند و عدالت را سلب می کند این است که از تصرف مالکان مشاع در ملک معنویشان جلوگیری شود در جلسه گذشته اشاره کردم که مقدرات جامعه سرنوشت سیاسی مردم همانند ملک مادی آنهاست آن ملک مادیشان بود خانه و اتومبیل و پول این ملک معنویشان است مقدرات عمومی هر کسی میخواهد در امور جامعه تصرف کند میباید از مالکان مشاع اجازه بگیرد یعنی از آهاد شهروندان اگر کسی آمد بدون اجازه مردم جهت جامعه را به سمتی تشخیص داد به سمتی برد که مردم نمیپسندیدند مردم نمیپذیرفتند در این صورت آن فرد فی الواقع غصب کرده است ظلم کرده است به حق مردم تجاوز کرده است اگر مردم سمت و سوی جامعه را به سمت الف میپسندند و فردی پیدا شد یک تنه ذکر کرد که اینکه همه آهاد جامعه چنین میگویند بگویند مهم منم که امروز قدرت را به دست دارم و خود را هم نماینده خدا روی زمین میدانم سایه خدا بر زمین میدانم نایب امام میدانم نایب پیغمبر میدانم نایب خدا میدانم مردمند که باید به سخن من گوش بدهند کسی از او پرسید چرا مگر تو عقل کلی مگر نائینی در کتابش ننوشت مگر آخوند خراسانی در اعلامیه‌هایش ننوشت که مجموعه اقلایی کشور بهتر از یک نفر میفهمند چگونه است که این اقلا همه غلط میفهمند اما تو یک نفر درست میفهمی کدام دینی همچو چیزی را امضا کرده است کدام آین امضا کرده است که یک انسان متوسط اختیارات مطلقه در اداره جامعه داشته باشد و همه شرعا موظف باشند از او اطاعت بکنند و اگر کسی از او اطاعت نکرد نقض عهد خدا و پیامبر و امام کرده باشد چون این دینی را ما نمی در عدالت خدا اگر به چنین در دستور داده باشد باید تردید کرد در حکمت پیامبر اگر چنین فرموده باشد باید تردید کرد خدا و رسول و ائمه چنین نفرمودند این, نفرمودن. این توهماتی است که به ساحت مقدس دین نسبت داده می شود و آخرین وجه عدم مشروعیت مثل و سلب عدالت این که اگر کسانی به نام دین به نام مذهب اموری مرتکب شدند که آبروی دین را برد در این صورت اینها وحن اسلامند رئیس مذهب امام صادق امام جعفر صادق علیه السلام فرمود کنو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا زینت ما باشید باعث ننگ و آرما نباشید حالا اگر کسانی به نام امام صادق به نام امام علی آمدند و به جای این که آبروی اسلام باشند، آبروی تشیع باشند، چنان خفقانی در کشورشان ایجاد کردند، چنان مردم را سرکوب کردند، چنان با مردم بیگناه برخورد کردند که عملا همه از اسلام و تشیع بیزار شوند خب اینها شین مذهبند اینها وحن اسلامند اگر کسی چنین کند عدم مشروعیت خود را امضا کرده است حداقل به لحاظ دینی این نامشروع محسوب می شوند. سخنم را جمع کنم یا به یازده امر اشاره کردم که اینها به سلب مشروعیت دینی از یک سو و به سلب مشروعیت سیاسی از سوی دیگر می انجامد. به سلب عدالت می انجامد. حکومتی که برخی از این امور یازدهگانه یا همه آنها را مرتکب شود نامشروع و غیر آدل است و نام آن ولایت عادل نیست ولایت جائر و ستمگر خواهد از صبر و حوصله بینندگان محترم پرتو نور تشکر می کنم امیدوارم از بحث عدالت و مشروعیت بهره برده باشید در موقعیت های دیگری که پیش خواهد آمد در دیگر باره معارف دینی با هم سخن خواهیم گفت همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته